Guten Tag, mein Name ist Mehrdad Rajavali Fardi. سلام، من مهرداد رجبعلی فردی هستم. با یکی دیگر از مجموعه آموزش‌های فرادرس تحت عنوان آموزش کتاب منشن آینس درس 7 و 9 در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه سری آموزش‌های منشن برای درس 1 تا 3 ما در خدمت شما بودیم، بعدش درس 4 تا 6 پیرو تمامی در واقع علاقمندی‌ها و درخواست هایی که شما مطرح کردید داریم این مجموعه رو ادامه میدیم. درس 7 تا 9 این آموزش به در واقع درس 7 تا 9 کتاب منشن آینس خواهد پرداخت. ببینید، بحثی که ما اینجا میخوایم مورد بررسی قرار بدیم بدون فوت وقت در درس 7 تو کانس ریکلیش تول میخوایم در رابطه با مبحث بسیار مهمی صحبت کنیم که حالا در تمرین 1 هم به اون پرداخته شده. اون هم این هستش که ما در رابطه با تمجید کردن، تحسین کردن، ستایش کردن در زبان آلمانی میخوایم با هم دیگه در درس 7 صحبت کنیم. برخی از واژگانی که مربوط به سرگرمی ها، اوقات فراغت شما هستش و همچنین فعل مدال ورب کنن رو هم میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. حتما توصیه میکنم دوستانی که از این لحظه دارن به ما میپیوندن در هر صورت پیش نیاز این آموزش 7 تا 9 درس 1 تا 6 هم هستش. حتما توصیه میکنم درس 1 تا 6 رو قبل از این آموزش مطالعه بفرمایید. اما تمرین اول Aufgabe 1 sehen Sie das Foto an، تصویر رو مشاهده بفرمایید. Was für ein Kompliment macht der Mann wohl der Frau. ببینید، در صفحه 41 کتاب منشن در درس ما یه تصویری وجود داره که میتونید در فایل PDF کتاب یا نسخه در واقع چاپی اون مشاهده بفرمایید. حالا من تصویر رو براتون قرار ندادم که میتونید به این تصویر رو ببینید. یه خانم و یه آقا، تصویر خاصی نیست، یه خانم و یه آقا دارن با هم دیگه صحبت میکنن. آقا داره یک تعریف یا یک تمجیدی میکنه برای خانم، در واقع داره کمپلیمنت ماخن میکنه. این کمپلیمنت ماخن کردن در زبان آلمانی یعنی تمجید کردن، ستایش کردن. اینکه شما ایش ماخ کمپلیمنت میکنید یعنی در رابطه با یک شخصی دارید اون رو تمجیدش میکنید و ستایشش میکنید و تعریف میکنید از اون شخص. در واقع در این درس کل فضای درس روی همین میچرخه که شما میگید مثلا دو کانس ویکلیش تول حالا اشپیلن، تو خیلی خوب میتونی بازی کنی، حالا مثلا فوتبال اشپیلن. در واقع ما میایم واژگانی رو که برای فعالیت های مختلف در رابطه با اکتیویتتن های مختلف هست رو یاد میگیریم و بعدش با استفاده از فعل کنن توانایی رو بیان خواهیم کرد و بعدش میایم با این در واقع ویکلیش تولی که اینجا اضافه میکنیم اون کمپلیمنت ماخنمون رو، اون تمجید و ستایش خودمون رو انجام میدیم. در درس 7 کل فضای کار به همین تمرین 1 میپردازه. اما قبل از اینکه تمرین 1 رو با هم ببینیم، در تمرین 2 هم میگه که wer sagt was، کی چی گفته. یکی از مهمترین تمرین هایی که در آزمون های مهارت شنیداری یا هوگن در آزمون های زبان آلمانی بررسی میشه. حتما دوستانی که علاقه دارن در آزمون آینس، آزمون آتسوا یا به آینس شرکت کنن، حتما توصیه میکنم آموزش های مربوط به اون رو هم در فرادست مشاهده بکنن. اما دقت کنید که گفته هوگن زی اون کویتسن زی آن، گوش بدید و زبدر بزنید. ببین، در آزمون های زبان آلمانی و در تمرینات کتاب های مختلف زبان آلمانی مثل منشن اشتارتن یا تانگرام در واقع استودیو دل، همه اینها اون چیزی که مهمه اینه که شما باید پاسخ صحیح رو انکویتسن کنید، در واقع ضرب در بزنید. ما چیزی به عنوان تیک زدن یا به عنوان پر کردن در زبان آلمانی نداریم. ببینید، این کویتسنزی آن خیلی مهم هستش. حالا بحثی که وجود داره این هستش که گفته گوش بدید و پاسخ صحیح رو انکویتسن کنید. یه فعل جدا شدنی انکویتسن به معنای ضرب در زدن. ببینید، تمرین 1 رو قبل از اینکه به تمرین 2 بپردازیم، برگردید دوباره به تمرین 1. تمرین 1 رو اگر بخواید جواب بدید با این رویکرد، با این اسلوب شروع میکنید. ایش گلاوبه یا ایش دنکه، من فکر میکنم، من در واقع بر این واقع هستم که ارزاکت او گفته. پرونومن ضمیری که برای درمان یا آقا استفاده کردیم از ار استفاده شده که در درس‌های قبلی بهش پرداختیم. ارزاکت او گفته دو. حالا میگیم من فکر میکنم که او گفته و بعد شما اون جمله رو بیان میکنید که حالا مثلا دو کانس ویکلیش تول، حالا هر چیزی که دو کانس ویکلیش تول شپیلن، دو کانس ویکلیش تول مثلا لاوفن، خیلی خوب میتونی قدم بزنی، خیلی خوب میتونی بازی کنی، دو کانس ویکلیش تول شپریشن، خیلی خوب میتونی صحبت کنی و چیزهای مختلفی که وجود داره. حالا دقت بفرمایید، شما از همین شاخص میتونید استفاده کنید، یعنی برید تصویر رو در صفحه 41 ببینید، خودتون رو بذارید جای آقا، بگید ایش گلاوبه ارزاکت دو کانس زر گوت شرایبن، تو خیلی خوب میتونی بنویسی،
Du kannst sehr gut lesen. تو خیلی خوب میتونی بخونی و درک مطلب بالایی داری و الاخر. چرا من از این واژگان استفاده کردم؟ Sprechen, schreiben, lesen و hören. به خاطر اینکه مهارت‌های چهارگانه است. اشپریشن مهارت گفتاری، شرایبن مهارت نوشتاری، لیزن مهارت درک مطلب خواندن و هوگن مهارت در واقع شنیداری و گوش دادن. که حالا ما در این تمرین میخوایم به مهارت شنیداری یا هوگن بپردازیم. دوستان دقت بفرمایید، اون چیزی که خیلی مهمه این هستش که تمامی این فایل های صوتی که الان میخوایم این رو گوش بدیم تشکیل شده از یک گشپقش اینس و یک گشپقش سوای، از دو تا گفتگو، از دو تا مکالمه، از دو تا دیالوگ تشکیل شده. تمامی اینها یه ترانسکریپت داره، یه فایل متنی داره، یعنی فایل های صوتی متنش در تمامی کتاب ها هست. مثلا اگه منشن باشه، استارتن بیا باشه، کتاب های آمادگی آزمون باشه، شما کاری که باید انجام بدید این هستش که فایل صوتی رو پلی میکنید، هر در واقع جمله که تموم میشه پاوز میزنید و اون جمله رو مینویسید. فایلی که برای ترانسکریپت این آموزش هست رو من در پکیج آموزش قرار میدم. شما اون فایل رو پرینت میگیرید یا حالا فایل پی دی افش رو دارید و نیازی به پرینت هم نیست. من خودم حس بهتری دارم با فایل در واقع پرینت شده. میذارید جلوتون، بعد وقت میذارید برای خودتون. حالا این فایل مثلا یک دقیقه، شما ممکنه یک رو 20 دقیقه نیم ساعت وقت بذارید. فایل رو مینویسید، یه جاهایی رو بلد نیستید، جای خالی قرار میدید، بعدش میایید میبینید که خب من این جاها رو بلد بودم، جاها رو بلد نبودم. فایل متنی پرینت شده رو میذارید کنار خودتون، اون جاهایی که دیکشنر رو اشتباه نوشتید اصلاح میکنید، یه خودکار قرمز میگی دستتون، اون جاهایی که مثلا ننوشتید رو کامل میکنید. این به شما کمک میکنه که به یک حس زبانی برسید، یک گفول. اون گفوله، اون حسه خیلی مهمه و شما به خاطر اینکه نیتیو نیستید و موتا اشپراختون اون زبان مادریتون آلمانی نیست و میخواید هوختوچ زبان آلمانی رسمی و شاخص رو یاد بگیرید، حتما باید این کار رو انجام بدید تا به اون حس زبانی برسید، چیزی که در سیستم آموزشی ما جاش خالیه. اما شما میتونید این رو یاد بگیرید، نه تنها برای زبان آلمانی، برای همه زبانهای دیگر، انگلیسی، چینی، هر زبانی که یاد میگیرید. سعی کنید ترانسکریپتاش رو داشته باشید، فایل های صوتی رو گوش بدید، بنویسید، به این حس زبانی برسید. فایل خودش یک دقیقه است، ممکنه نوشتنش 30 دقیقه طول بکشه. و بعد مرحله بعدی باید سعی کنید اون فایل هوگن، فایل شنیداریه رو باهاش سعی کنید جمله به جمله پاز بزنید، تکرار کنید یا همزمان باهاش بگید، سیمولتان، اون سایملتینیس به قول انگلیسی ها. این هم به شما کمک میکنه که زبانتون باز بشه. پس چه نوشتن، چه همزمان و جمله به جمله باهاش تکرار کردن از مهارت‌های بسیار مهم و در گام اول سخت برای تقویت مهارت درک شنیداری و مهارت صحبت کردن. حتما این تمرین‌ها رو انجام بدید، مطمئن باشید ضرر نخواهید کرد. این مقدمه رو من برای تمامی آموزش‌های پکیج آلمانی اینجا گفتم، یه مقدار طولانی شد اما این رو سرلوحه کار یادگیری زبان آلمانی قرار بدید. پس تصویر شماره یک رو میبینید با همین ساختار ایش کلاب ازاد دو و بعدش دو کانس ویکلیش تول. کل این درس از همین استفاده میکنیم، دو کانس ویکلیش تول. حالا اون فعل ها رو یاد خواهیم گرفت، یعنی ما اینجا حالا از شرایبن، اشپقشن، لزن و هوگن مهارت های چهارگانه استفاده کردیم. یه سری اکتیویتتن ها، یک سری فعالیت ها رو در ادامه درس با هم یاد خواهیم گرفت که شما میتونید در این سه نقطه قرار بدید. کل درس هفت در رابطه با همین تمرینه که حتما با ما همراه باشید. فعل کنن که اینجا صرف دوم شخص شده، دوم شخص مفرد شده، کانس رو دیدیم. اما تمرین دوممون میخوایم بدون فوت وقت، بدون توضیح اضافه دیگه، بریم گوش بدیم که کی چی گفته. اگر گشبقش آه شما آینس هست، آینس رو ضرب در میزنید. اگر گشبقش آه شما سوای هست، سوای رو ضرب در میزنید. به هم به همین صورت گشبقش به اگر در رابطه با آینس، آینس رو ضرب در میزنید. اگر در رابطه با سوای، سوای رو ضرب در میزنید و کار رو جلو میبرید. حالا یک ردیف اضافه من اینجا براتون قرار دادم به دلیل اینکه در نسخه اصلی فایل سه تا فایل صوتیه، سه تا مکالمه است. مکالمه سوم رو حتما تو خونه خودتون گوش بدید و بعداً به دلیلش پی خواهید بود که چرا ما در اینجا قرار ندادیم. اما بریم بپردازیم به ادامه فایل صوتی. اما فایل صوتی رو با هم گوش بدیم، من هیچ صحبتی نمی‌کنم در خلال فایل صوتی. لکسیون 7 دو کانست ورکلیش تول او Aufgabe 2. 2. Welche Farbe haben deine Augen, Rebecca? Ja, welche Farbe haben sie denn, Fabian? Moment, sie sind grün und ein bisschen braun. Und grau, oder? Sind sie nicht auch ein bisschen grau? Grau? Ich weiß nicht. Deine Augen sind sehr schön. Oh, kannst du das noch einmal sagen? Du bist sehr schön, Rebecca. 3.
Fabian? Fabian? Ich liebe es. Fabian! Du, Rebecca, das schmeckt sehr gut. Wirklich? Weißt du was? Du kannst wirklich toll kochen. So. Hey, Fabian? Nein! Ach komm, bitte. Nein! خب همونطور که دیدید ما در این فایل صوتی که با همدیگه گوش دادیم حالا یه جایی گفت زغای یعنی سه تا گفتگو بوده که گفتم ما گفتگو اول رو با همدیگه گوش ندادیم حالا بعدم میرید گوش میدید و میبینید خودتون ما شاخص خودمون رو در واقع برای این قضیه قرار دادیم که دو تا فایل گوش دادیم خب فایل اولی که گوش دادیم اگر دقت میکردی در رابطه با این صحبت میکرد که چشمان تو خیلی زیباست ما اصلا کاری نداریم که چه اتفاقاتی داره در اون فایل صوتی میفته در گام اول هدف ما حل صحیح سواله یعنی وقتی میگه تو مکالمه اولی که گوش دادیم گفت داین اوگن زینزر شون داشت به این اشاره که چشمان تو خیلی زیباست ما برای بوکستاب ب میایم و اینس رو ضرب در میزنیم یعنی میگیم ب خب اینس رو براش علامت میزنیم توی فایل صوتی دومی که گوش دادیم گفت تو کانس بگیش تول کوخن در رابطه با آشپزی و پخت و پز بود که تو خیلی غذای خوبی میپزی و اینها اون هم شد مکالمه دومی که گوش دادیم یعنی آ رو شما دو علامت میزنید و ب رو شما یک علامت میزنید حالا توی کتاب سه تا گفتگو سه تا مکالمه است که میتونید اون رو خودتون گوش بدید چیز خاصی نیست یه مکالمه دیگه است که میتونید اون رو هم مد نظر قرار بدید اگه اجازه بدید من این زبدر پاسخ صحیح رو هم براتون علامت بزنم پس ما برای حالا دوکانس ویکیش تول کوخن گفتگو دوم رو ضرب در میزنیم انکویسن میکنیم و برای داین آگن زینزرشون گفتگوی اول رو ضرب در میزنیم یه دونه براتون خالی قرار دادم که یادتون بمونه در نسخه اصلی کتاب یه دونه فایل صوتی دیگه هم هست حتما اون رو گوش بدید فعلی هم که براتون گفتم به معنای ضرب در زدنه فعل جدا شدنی انکویسن بود به معنای ضرب در زدن که فعل جدا شدنیه حالا ما اینجا یه ذره بهترم بنویسیم اینها رو به هم دیگه نزدیک کنیم که زیاد فاصله و اسپیس نیفته فعل انکویتسن هست اگر هم دقت کنید یه فعل جدا شدنیه یعنی این بخش آن اومده در انتها قرار گرفته و کویتسن قبل اون بوده کویتسن زی آن داره یه فعل امری استفاده میکنه لطفاً ضرب در بزنید یا واقع علامت بزنید که این رو دیدیم اما در بخش بعدی گفته که در آفگاب دقای ولیشس گشبغش Passt am besten zum Foto. Machen Sie eine Kurs Statistik. کدومی که از این مکالمه ها بهترین و مناسب ترین برای اون تصویر اون آقایه و اون خانومه. که حالا فراون و منا. اینجا داره میگه که ما یه سری آقایانی داریم یه سری خانوم هایی رو داریم که میخوان علامت بزنن. مثلا شما در کلاس گروهیتون یه سری از افراد میان علامت میزنن که مکالمه سوم برای حالا خانوم هایی که در کلاس قرار دارن به عنوان مثال می نویسن اون تصویر خانوم آقای بیشتر متناسب هستش با مکالمه اول یا بیشتر متناسب هست با مکالمه دوم یا مکالمه سوم چیز خاصی نیست این که گفته یک کورس استاتیستیک داشته باشید یک در واقع آمارگیری استاتیستیک همون استاتیستیک زبان انگلیسیه یه آمارگیری داشته باشید در کلاس چه تعدادی از خانوم ها و چه تعدادی از آقایون مثلا خانم چه میدونم سارا و خانم نفیسه به عنوان خانم های کلاس میگن مکالمه یا دیالوگ گشبغش اینز و علی و مثلا جواد به عنوان منا آقایان کلاس گفتگوی مثلا سوم رو مناسب میبینن با تصویر خب این چیز خاصی نیست فقط یک تمرینیه که در کلاس های گروهی صورت میگیره یه سری کلمات مهمی وجود داره مثلا اینجا من حالا هایلایت میکنم براتون فعل پاسن مناسب بودن حتما این فعل رو یاد بگیرید بعد یه چیز جدیدی که داشتیم اینجا استاتیستیک بود به معنی آمار و اینها و ما یک دیفراو داریم حالا من قلم رو بردارم ما یه دیفراو داریم که با رنگ قرمز هم من نوشتم دیفراو یه دونه حالا با رنگ آبی درمان رو می نویسم ببینید مان میشه آقا جمعش میشه منا فراو میشه خانوم جمعش میشه فراون این هم در واقع نکته ای که وجود داره من برخی از تمرین ها رو حالا درسته که شاید سودمند نباشه برای فضای کلاس های خصوصی یا فضای کلاس های در واقع ویدئویی قرار میدم به خاطر اینکه میتونیم توش فعل یاد بگیریم میتونیم توش واژگان یاد بگیریم میتونیم جمع و مفرد یاد بگیریم به این صورت وگرنه اینکه حالا چه تعداد از آقایون یا خانم ها مثلا این تصویر رو مناسب با کدومی که از اون دیالوگ ها میبینن زیاد چیز عجیب و غریبی نیست یعنی
این تمرین خاصیه. و یه نکته دیگه در رابطه با گشپقش هم بگم. ببینید گشپقش آرتیکلش داسه، حرف تعریفش داس هستش، داس گشپقش. ما بعدها یاد میگیریم که ولش هم صرف میشه و برای همین که داس گشپقش رو داریم ما ولشس رو اینجا نوشتیم ولشس گشپقش. کدومی که از اون گفتگوها و مکالمه ها متناسب هست با اون تصویری که تصویر خانم آقا در صفحه 41 کتاب وجود داره. حالا مثلا در کلاس ما خیلی از خانوما اومدن به عنوان مثال گفتن اینجا گشپقشه، به عنوان مثال اینس مناسب بوده، یه سری ها مثلا گفتن گشپقشه سوای مناسب بوده. و همینجوری شما میتونید این تمرین رو در کلاس های حالا گروهیتون بنویسید و علامت بزنید و کار رو ببرید جلو. این تمرین رو من به خاطر این قرار دادم. اما اینجا صفحه اول درس 7 به پایان رسید، یعنی صفحه 41 کتاب درسی در کتاب منشن درس 7م اینون فیرتسیش، صفحه 41 کتاب درس 7 به پایان رسید. میخوام وارد صفحه 42 بشیم در درس 7 و کار رو جلو ببریم. اما بپردازیم به آفگاب فیا، تمرین چهارم کتاب در درس 7. تو کانسیا زوپا اشپریشن، تو خیلی خوب بلدی صحبت کنی، سخنور خیلی خوبی هستی. دقیق بفرمایید این که فعل کنن برای صرف دوم شخص مفرد در جایگاه دوم قرار گرفته، افعال در حالت عادی در زبان آلمانی در خیلی از جاها در جایگاه دوم قرار میگیرن. حالا صرف فعل کنن رو در ادامه در این آموزش خواهید دید. صرف دوم شخصش میشه کانس، بعد این یای که اینجا اومده برای تاکیده، اینکه تو خیلی خوب داری در واقع صحبت میکنی و این زوپا هم همراهش اومده که دیگه تاکید بکنه و کمک بکنه برای اون بحث کمپلیمنت ماخن کردنه و تمجید و در واقع ستایش کردن شخصی. حالا در بوکستاب آ، بخش آ گفته لزنزی دی کمپلیمنت اون اوردننزی تو، کمپلیمنت ها رو در واقع بخونید و سپس مرتب کنید. ببینید در بخش ب هم گفته واس ماخن دی اندر پرسونن، بقیه اشخاص چیکار میکنن، زوخن دی وارتا این بیلد لکسیکون اون شرایبن زی، دنبال کلمات زوخن کنید، بگردید، سرچ کنید در واقع بالای کتاب، در حالا صفحه 42 و 43 در بالای کتاب اگه شما مشاهده کنید، که من معمولا ورد چارت ها رو در انتهای آموزش میارم، اما اشاره خواهم کرد که هر کدوم از این افراد دارن چه کاری رو انجام میدن. اما اینجا 4 تا گزینه و 4 تا جمله رو برای ما آورده. در بخش اول گفته زی کنن ابتول شی فاغن، به تلفظ صحیح این در واقع فعل دقت کنید. این البته خب یه اکت، یه اکتیویته، یه فعالیت، اسکی کردن. شی فاغن، نمیگیم اسکی فاغن، شی فاغن. این شی فاغن ما هستش، تو خیلی خوب میتونی اسکی کنی. اگر دقت بفرمایید اینجا در تصویر اول دارید این رو مشاهده میکنید، پس ما اینجا نوما اینس رو قرار میدیم و مینویسیم اینس. اما در دومی دو کانس ویکلی زر گوت گیتار اشپیلن، تو خیلی خوب میتونی گیتار بزنی. این گیتار زدنه در تصویر پنجم شما اون رو مشاهده میفهم. واو، خب تعجب کرده. دو کانس یا زوپا شویمن، تو خیلی خوب میتونی شنا کنی. در تصویر دومی رو داری مشاهده میفهمید. دو کانس ویکلیش گوت تنیس اشپیلن، تو خیلی خوب میتونی تنیس بازی کنی. در تصویر هشتم این رو مشاهده میفهمید. پس اولی شیفاغن بود، دومی شویمن بود شنا کردن، پنجمی گیتار اشپیلن بود و هشتمی هم تنیس اشپیلن. هر کدوم اینها رو حالا یکی تولو برده، یکی ویکلیش آورده، یکی زوپا آورده و یکی گوت آورده، اینا برای تأکیدی که خیلی خوب، و در کنارش حتی مثلا در جمله اول آباتول رو داریم، ویکلیش در گوت رو داریم، یا زوپا رو داریم و ویکلیش گوت رو داریم. همه اینها تأکیدی هست که تو کار رو خیلی خوب و عالی داری انجام میدی، فوق‌العاده‌ای. ویکلیش یعنی ریلی، خیلی خوب، خیلی عالی داری انجام میدی. زوپا عالی، گوت خوب، و تول زوپا پرفکت، همه اینها یعنی عالی و درجه یک داری از پس اون برمیاد. اما ببینید شیفاغن در اولی، حالا در انتهای درس رفت تمام واژگان این فعالیت ها رو میدونی، در بالای صفحه 42 و 43 کتاب هم این رو داریم. دومی برای ما شویمن هست، سومی نومدغای شخ شپیلن به معنای چس یا همون شطرنج بازی کردنه، نومافیا معلن نقاشی کشیدن، نومافونف ما اون در واقع نقاشی، نومافونف همون گیتار شپیلن، نومازکس ما فوتوگرافی کردن در واقع تصویر برداری کردن، عکس گرفتن، نومازیبن همون بکن مختنه، حالا داره کیک میپزه، شیرینی میپزه، تنیس اشپیلن تنیس بازی کردن، ورزش بسیار مهیج و جذاب تنیس. و آفگاب 9 مون، بخش 9 ما، حالا بهتر بگم نوما 9، شماره 9 ما
قدفاقن قد یا همون دوچرخه، قدفاقن کردن، دوچرخه روندن. هر کدوم اینها فعل خاص خودشو داره. شی فعلش فاقنه، شویمن شنا کردن، برای شخ اشپیلن بازی کردن، حالا مالن که یک فعل خودش، گیتاقه رو شما اشپیلن میکنی، فوتوگرافیقن کردن که همون فوتوه، یا فوتوماخن کردن هم معنیشه، باکن حالا برای کخنها یا شیرنی های مختلف شما این کار رو انجام میدید، برای تنیس شما فعل اشپیلن رو به کار میگیرید و برای قد هم فعل فاقن، دو چرخ سواری کردن قد فاقن هستش. این که میگه واس ماخن دی اندق پرزونن، بقیه افراد چیکار میکنن رو من براتون در واقع شرح دادم. حالا میگه برید جستجو کنید در کلمات بالای صفحه که شما در صفحه 42 و 43 کتاب هم میتونید اینها رو مشاهده کنید. در انتهای درس هفت من عادتی شده که از درس 1 تا درس 6 همینو انجام دادیم، واژگان رو برای اینکه مرور درس هم بشه در انتهای در واقع فایل های خودمون، در انتهای صفحاتی که این آموزش داریم درس میدیم براتون قرار دادم که اون رو خواهید دید. و در تمامی اینها حالا در جمله دوم، در جمله سوم و در جمله چهارم کانس رو داریم، در واقع صرف دوم شخص مفرد، اما برای جمله اول از کنن استفاده کردیم. حالا به صورت محترمانه شما رو داره مدل میکنه که شما خیلی خوب میتونید شی فاقن کنید. جمله اول جمله رسمی فرمل ما، و جمله دوم سوم و چهارم جملاتی که بیشتر حالت دوستانه و این فرمل رو دارن و شما دارید با دوستتون یا کسی که باهاش در واقع آشناییت دارید به کار میبرید، بحثای زی و دور و مفصل در دروس گذشته یاد گرفتید. اما در حالا ادامه قبل از اینکه بریم صفحه بعد، من یه نو باکن رو براتون از کتاب قرار دادم. تو کتاب باکن رو نوشته، سایر رو دیکتش رو اگر منتظرش هستید حتما میخوام اون نایگیغشکایتتون، اون کنجکاویتون رو بر بیانگیزم. منتظر باشید در انتهای این درس کلمات رو، دیکتش رو هم با هم ببینیم. آفگاب فون فرسیدیم به تمرین پنجم، شرایبن زی دی زتس این دی تابله. جملات رو در جدولی که قرار داده شده بنویسید، حالا تمرینی که در کتاب اومده. فروندن یعنی بنوتسن، یعنی استفاده کردن، اون یوز انگلیسیه. استفاده کنید چی رو؟ فروندن زیدی پسنده. ببینید پسند خیلی فعل مهمیه، اون در واقع فرمهای مناسب، پسنده فرمهایی رو از فعل کنن. دقیق بفرمایید، ما اینجا از آ تا ای داریم، آ، بی، سی، دی و ای، یه سری جملات به هم ریخته. به قول انگلیسی ها میخوان اونها رو واقعا اسکرمبلش کنیم، مرتبش کنیم و بیایم در ادامه سو اوردنن رو به قول آلمانی انجام بدیم، این فرم درست شده اینها رو بنویسیم. یه جدولی هم کتاب نوشته، حالا جمله اول که حالا تیتر درسمون هم هست، دو کانس ویکلی زوپا گیتار شپیلن، در واقع فعل کنن رو نوشته، اما صرف صحیح فعل کنن برای دوم شخص مفرد کانس هستش. من همه چیز رو میگم، در لحظه آخر میایم و از فعل کنن ما رونمایی میکنیم، یعنی میگیم آقا این جدول ماست و این صرف افعاله. یه نکته هم من اینجا از عمد براتون دو تا مورد رو اشتباه نوشتم که میخوام براتون ضرب در بزنم، بهش فکر کنید که چرا من دارم ضرب در میزنم. من روی این کا حالا خدشی میکشم، روی این ویکلیش هم برای شما خدشی میکشم، روی گیتاقه شما یه تیک میزنم. دوستان دقت بفرمایید، در زبان آلمانی کلمات یعنی منظورم اسامی، نومنها با حرف بزرگ نوشته میشن، چه در اول جمله چه در وسط جمله، فارغ از اینکه در کجا قرار میگیرن. ما میدونیم در زبان انگلیسی و در زبانهای لاتین معمولا رسم و این هستش که اول جمله با حرف بزرگ شروع میشه. خب اینو باید رعایت کنیم، اوکی؟ و یه نکته که وجود داره این هستش که الان تو این جمله از لحاظ گرامری، از لحاظ بحث ویرایشی، من یه سری ایراداتی رو براتون نوشتم. ببینید فعل کانس شما حداقل با کای بزرگ بنویسید، یعنی شما وقتی میخواید کانس رو بنویسید باید با کای کوچیک، یعنی طریقه صحیحش نوشتن به این صورته، دو کانس، کا باید با حرف کوچیک نوشته بشه، با حرف بزرگ غلطه. بعد ویکلیش خب باز یه قیده، یه ادوربه، باز هم با و بزرگ شما قرار نیست بنویسید، باید با و کوچیک بنویسید، یعنی شما ویکلیش رو هم میخواید بنویسید باید وش رو کوچیک قرار بدید. بعد گیتاقه چون اسم نومنه درسته با گ بزرگ نوشته شده، اول جمله باید شما با حرف بزرگ شروع کنید، یعنی اینجا ما کنت رو هم اشتباه نوشتیم و باید اصلاح کنیم، یعنی شما اول جمله رو باید حتما حواستون باشه با در واقع کار بزرگ شروع کنید، با حرف بزرگ کنت یا گوت. اینو دقت کنید چون در آزمون‌های زبان آلمانی، حالا تو آین سختگیری‌ها کمتره، آتسوای به آینز به سوای سه آینز، همینجوری که میریم جلو در آزمون‌ها این رو مورد نظر قرار میدن تو بخش شقایبن، و شما اگر اینها رو رعایت نکنید نکات ویرایشی رو نمره کمی رو کسر خواهید کرد و ازتون کسر نمره صورت میگیره.
اما جمله اول ببینید به هم ریخته است، ما باید مرتبش کنیم و فعل کنن رو هم باید صرف کنیم. گفتم صرف دوم شخص منفرد فعل کنن میشه کانست، املات رو حذف میکنیم، است رو به فرم رایجی که توی صرف افعال یاد گرفتیم ما است رو به در واقع فعل اضافه میکنیم برای صرف دوم شخص منفرد. دو کانست ویکلیت زوپا گیتار اشپیلن، تو خیلی خوب میتونی گیتار بزنی. اما جمله به بخش به یا کنن گوت و قد فاغن یه جمله سوالیه، گوته کنت یا گوت قد فاغن، آیا خوب میتونی تو دوچرخه سواری کنی؟ حالا شما میتونید در این در واقع سه نقطه قد فاغن رو هم قرار بدید، آیا شماها میتونید خوب دوچرخه سواری کنید؟ این ایاه داره اشاره میکنه به شماها دو یا بیشتر که شما در زبان انگلیسی همه رو یو قرار میدید، اما در زبان آلمانی ما یه دو داریم که تو یه نفره، یه ایا داریم که میشه شماها، بازم فضای تقریبا دوستانه و صمیمی داره که حالا فارغ از اینکه دو باشه یا ایا باشه از زی با اس بزرگ استفاده میکنیم که حالت فرمل یا رسمیش باشه، یعنی شماهای رسمی یه جمعی با اونا رو در بایستی دارید از زی با اس بزرگ استفاده میکنید، میگید زی و یه نفر هم باشه یه توی که استاد دانشگاه یا شخصی که باهاش باز هم رو در بایستی دارید باز هم اون رو هم از زی استفاده خواهی کرد. یعنی ما در زبان آلمانی اگر اینجا مثلا دو رو داریم و ایا رو داریم، حالا یک نفر یا تعداد بیشتری که با ایا مدل میشه، وقتی میخواییم اینها رو به حالت، حالا من دو رو هم بهتر بنویسم، وقتی شما میخواید بیاید این دو و ایا رو به صورت رسمی نمایش بدید، میاید و هر دو رو در حالت رسمی از زی استفاده میکنید با اس بزرگ، حالا اول جمله باشه یا هر جای جمله باید از اس بزرگ استفاده بفرمایید. اما بخش به سوالی کردیم شد کنت یا گوت قد فاغن. جمله سوم ما شی فاغن رو داریم، زی رو داریم، آباتول رو داریم و کنن رو هم داریم. اگر بخوایم این رو بنویسیم میتونم براتون بنویسم، میشه زی کنن، فعل کنن صرفش برای زی هم خودشه، کنن زی کنن آباتول، و بعدش هم که شما میتونید همین شی فاغن رو قرار بدید. حالا من دیگه سه نقطه میذارم که نره توی تصاویرمون، زی کنن آباتول، حالا شی فاغن، یا هر در واقع اکتیویتی یا فعالیت دیگه‌ای که دارید. اینجا باز دوباره ار رو داریم، حالا وقتی ار میاد او مذکر اینجا میشه ار، حالا صرف سوم شخص مفرد برای کنن میشه کان، ار کان، کان رو مینویسید، بعد یا زوپا رو قرار میدید، تو خیلی خوب یا خیلی عالی میتونید چیکار کنید؟ تنیس شپیلن کنی. باز هم من سه نقطه میتونم، شما میتونید خود در واقع عمل رو قرار بدید، زی ارکان یا زوپا، حالا تنیس شپیلن، هر فعل دیگه، شخ شپیلن، هر اکت دیگه که میتونید اینجا جایگذاری کنید. و باز هم یه جمله سوالی، شپیلن زی کنن و شخ، کنن زی شخ شپیلن، آیا تو میتونی شطرنج بازی کنی؟ با کنن شروع میشه، یه جمله بله و خیره، کنن زی، و بعد هم باز همون اکت رو قرار میدید، کنن زی شخ شپیلن یا هر فعالیت دیگه. این سه تا نقطه رو من برای این قرار میدم که ماژولار باشه یا به قول آلمانی ها مدولار باشه، شما بتونید هر ساختاری رو که هر فعالیت و عملی که دوست دارید رو در اینجا قرار بدید. تمرین رو هم میتونید اینجا به سادگی بگید، زی کنن آباتول، حالا شی فاغن، کان یا زوپا تنیس شپیلن، کنن زی شاخ شپیلن. و این هم شد تمرین بسیار مهمی که برای توانایی ها در واقع صرف فعل کنن رو اینجا یاد گرفتیم. صرف فعل کنن که حالا جدولش رو در صفحه بعد من براتون آوردم، صرف فعل کنن، کنن همون کن انگلیسیه، توانایی رو داره برای ما مدل میکنه، ما در زبان انگلیسی این رو کن میگیم، همون کن انگلیسیه، توانایی یا قابلیت انجام کاری رو داره برای ما مدل میکنه. برخی جاها در حالا ادامه درس هامو خواهیم دید موگلیشکایت یا امکان رو هم برای ما مدل خواهد کرد. این تمرین مهم از این صفحه مهم کتاب رو براتون بررسی کردیم. اگر اجازه بدیم میخوایم وارد آفکا به زکس بشیم و در واقع صرف فعل کنن رو هم با هم دیگه ببینیم. اما همونطور که وعده داده بودم بپردازیم به ادامه داستان. ببینید در آفکا به زکس در تمرین ششم ما این رو داریم، ایش کان این بیشن شخ شپیلن، من میتونم کمی در واقع شطرنج بازی کنم. ببینید این بیشن رو ما در زبان آلمانی داریم، بسیار پرکاربرده و در ادامه در واقع این گرید بندیه، این درجه بندیه رو مشابه این دیشن و سایر کلمات رو میخوایم مشابه اون یاد بگیریم. ببینید منظورم چیه، میگه اردننزی
دیورتا یه سری کلمه داده، این بیتشن و گارنیشت و تول و زرگوت و زوپا و نیشت و گوت و نیشت زوگوت. خود کتاب اومده از تول شروع کرده، یعنی تول رو به عنوان بهترین و عالی ترین حالت در نظر گرفته. تول یعنی عالی. بعد از تول، حالا من تول رو زبدر بزنم، بعد از تول کلمه ای که گریدش خیلی بالاه و به معنای عالیه زوپا هست. یعنی ما تول رو داریم، بعد زوپا رو داریم، بعد عالی در واقع خیلی خوب رو داریم زرگوت، بعد از زرگوت ما گوت رو داریم، یعنی به خوب میرسیم، بعد از این گوت که در واقع داریم کمی خوب، حالا یعنی ما سراغ این بیتشن میریم. خب من این بیتشن رو هم بنویسم، بین این و بیتشن هم یک فاصله، یک اسپیس وجود داره، این هم این بیتشن. بعد از اینکه حالا این بیتشن رو نوشتید شما میدی سراغ نیشت زوگوت. یعنی اینجا اگر حالا من بقیه اینها رو پایین می نویسم، ما نیشت زوگوت رو داریم، بعد از نیشت زوگوت که حالا این رو هم زبدر بزنم میریم سراغ نیشت، و بعد هم دیگه گارنیشت، یعنی دیگه اصلا یه چیزی رو بلد نیستی. تأکید که دیگه از نیشت هم درجه منفی بودنش بالاتره. یعنی شما وقتی میگه ایشکان این بیتشن شاخ شپیله، من کمی بلدم در واقع شطرنج بازی کنم، این کمیه، اون حد وسط است. اما اگه میخوای بگی عالیم، فوق‌العاده‌ام، ایشکان، حالا به جای این بیتشن از تول استفاده میکنی، تول شاخ شپیله، یعنی تو مستری حرفه‌ای هستی. یه لول پایین‌تر ایشکان زوپا شاخ شپیله، یه لول پایین‌تر ایشکان زر گوت حالا شاخ شپیله، بعد گوت، بعد این بیتشن کمی، بعد نیشت رو گود خیلی خوب بلد نیستم، نیشت یعنی اصلا بلد نیستم، و اینکه گارنیشت یعنی اصلا بلد نیستم، استعدادش رو هم ندارم. این گرید بندی کلماتی که به ما کمک میکنه تا بتونیم در واقع درجه بدیم به سطح توانایی ما در یک اکتیویتتی که در زبان آلمانی اون رو داریم. در زبان آلمانی اکتیویتت یعنی فعالیت. فعالیت‌های مختلفی که یاد گرفتیم رو شما با این کلمات میتونید گرید بندیش کنید، درجه بهش بدید و بگید که در چه سطحی از اون فعالیت توانایی شما هستش، و اینا خیلی خوبه و کمک کننده است و به شما کمک میکنه. اگر یادتون باشه در چند تا قسمت قبل که داشتیم با هم صحبت میکردیم یه یای همون وسط ظاهر میشد، مثلا میگفتید ایشکان یا تول شاخش بیلن، اون یا هم که وارد بازی میشد اون برای امفسس بود به قول انگلیسی، که برای تاکید بود، به تونون بود به قول آلمانیا، و اون یایی هم که حالا در کنار این کلمات ممکنه استفاده بشه اونها برای تاکید هست، برخی از المان هایی که ممکنه در کنار این کلمات گرید بندی شده و درجه دار استفاده بشه، که حالا در ادامه داستان هم مجدد ممکن اینها رو ببینیم. در انتهای همین درس هفت هم وقتی داریم مرور میکنیم اینها رو در یه پکیج کلی در کنار هم دیگه خواهیم دید. حالا طبق وعده‌ای که به شما داده بودم میخوایم صرف فعل کنن رو با هم ببینیم. کنن همون کن انگلیسی، توانایی انجام کاری رو داشتم. ببینید شما میگید ایش کان، خب من میتونم، دو کانست، ارزی کان، ویا کنن، ایا کنت، زیون زی کنن. یه نکته‌ای که وجود داره در رابطه با صرف افعال آلمانی میخوام یادآوری کنم، یک تاشیش این رو یاد گرفتیم، کنن ما صرفش یعنی اون حالت مستری، اون حالت اینفینیتیوی با اول شخص جمع ما یکیه، یعنی این کنن برای اول شخص جمع میشه کنن، برای سوم شخص جمع میشه کنن. حالا برای دوم شخص جمع ما میام یه ت اضافه میکنیم به اون کنی که داریم، میشه کنت. اما تو افعال مدال اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد خبری از املات تو اون نیست، پس املات هم نداریم. پس اینجا میبینید همه را ما رنگ قرمز نوشیم، این املات ما به آ تبدیل شده، آ آ و آ. حالا اول توی افعال مدال قاعده این هستش که صرف اول شخص مفرد با سوم شخص مفرد هم یکسانه، یعنی ایشکان و ارزیکان، این هم در واقع میذاریم کنار. حالا میمونه دوم شخص مفرد، یه استه مشابه خیلی از اون صرف افعالی که حالا در بی قاعده و با قاعده ها داشتیم میاد در کنار دو قرار میگیره و ما دو کانس رو داریم. اینجا دارید مشاهده میفهمید. حالا من اینجا دو رو هم با د بزرگ نوشتم، هدف من این بوده که تاکید کنم که این دویی که اینجا داریم هم یه جورایی داره بی قاعدگی رو با خودش میاره از اون کانی که در ابتدا نوشتیم، یه استم بهش اضافه کردیم که مشابه اون
صرف‌های آشنایی که تا الان داشتیم. این در واقع کنیوگاتسیونه، این صرف فعلیه که برای فعل کنن داریم. حالا در ادامه دو تا مثال هم کتاب آورده در حالت عادی، جمله معمولی و یه جمله پرسشی. دو کانس ویکلی زر گوت گیتار شپیلن. هدف کتاب چی بوده؟ ببینید خود کتاب هم نگاه کنید همین جوری نوشته. ای کاش حالا کتاب هم پشت سر هم می نوشت. هدف کتاب دوتا رو قرمز کرده بگه فعل صرف شده، فعل کنیوگیرد شده کنن در جایگاه دوم قرار می گیره. حالا برای دوم شخص مفرد ما کانس رو داریم و حالت اینفینیتیوی آم انده به قول آلمانی ها در انتها قرار می گیره. دو کانست ویکلیش در گوت گیتار شپیلن. شما این تو کتاب هم که نگاه کن این رو زیر نوشته، منظور این نیستش که بعد از اشپیلن میاد، نه، این ویکلی زیر گود گیتار با همه اشپیلن هم در انتها قرار میگیره. من خواستم حالا فرمت کتاب رو حفظ کنم، مشابه کتاب براتون نوشتم. پس این جمله اینه: تو کانس ویکلی زیر گود گیتار اشپیلن. فعل صرف شده، کنیوگیرد شده در جایگاه دوم، ام انده هم اینفینیتیو رو داریم. اما در جمله سوالی، در یانین فرگه ما، چون وفقگه نیست، اینفورماسیون نیست، در رابطه با اطلاعات از ما نمیپرسه، یه یانین فرگه از یس نو کوئسچن، بله و خیره، مشابه تمامی یانین فرگه های آلمانی ما صرف شده یا کنیوگیرد شده فعل کنن رو در جایگاه اول قرار میدیم و بعدش زمین یا پرونومن خودمون رو میاریم. کانست دو داس نوخ ایمال زاگن؟ آیا ممکن است یک بار دیگه تکرار کنید؟ باز هم کتاب حالا نوخ ایمالش رو در پایین نوشته، ما هم مشابه اون رو حفظ کردیم که باز هم من تاکید کنم بچه‌ها، صرف شده یه فعل کنن در جایگاه اول در سوالی قرار گرفته در یانین فرگه و اینفینیتی باز هم ام اندد، یعنی اینفینیتی و شتت ام انده، اینفینیتی در انتها قرار گرفته که باید دقت کنید. حالا کتاب شاید بعضی ایراد بگیرید، احتمالا اونجا که داشتن کتاب رو طراحی میکردن این نخایمال رو اگر میخواستن بنویسن اون زاگن دیگه در واقع تو اون خط صحافی و اینا قرار میگرفت، مشکل ساز میشده، آیمان رو زیرش نوشته. این جمله بسیار پرکاربردیه. میشه یه بار دیگه تکرار کنید؟ کانست نو خای مال زاگن. پس جمله عادی، جمله سوالیمون با هم دیگه دیدیم، بررسی کردیم و میتونید این ساختارهای دو کانست ویکلیشتور توانایی خودتون رو در واقع بیاید با این عبارات، با این کلمات بیاید درجهش رو بگید. و یه نکته‌ای هم دقت کنید، این ویکلیشی که اینجا اومده یا یایی که استفاده می‌کنیم قبل از این تولوزو پاوزر گوت گوت امبیشن و نیست رو گوت نیشت و گارنیشت، اینها باز هم تاکید میکنن برای بتونونگ، برای تاکید کردنه که اینجا با هم دیگه مشاهده کرد. اما برای اینکه تأمین بیشتری داشته باشیم میریم صفحه بعدی، بوخشتاب ب، بخش ب ما. Where can was؟ کی میتونه چه کاری رو انجام بده؟ Where یعنی who، یعنی چه کسی، و کنن، حالا کان اینجا صرف شده، صرف شده فعل کنن رو داریم، کانه. Where can was یعنی کی میتونه چه کاری رو انجام بده. اونجا مثلا Where sagt was رو داشتیم، کی چی میگه، اینجا داریم میگیم کی چه کاری رو بلده و بلده و انجام میده. Arbeiten Sie auf Seite 83، در صفحه 83 برید و کار کنید. Ihre Partnerin oder Ihr Partner arbeitet auf Seite 86. خب پارتنر شما، حالا فارغ از این که حالا خانم هست، پارتنرینه یا پارتنر آقا هست، حالا در یک کلاس گروهی رو داره بر ما مجسم میکنه، برید صفحه 83 و 86 این تمرین رو انجام بدید. صفحه 83 و 86 کتاب منشن در آینس آینس رو اگر شما مشاهده کنید این تمرین رو پاسخ میده. برای اینکه شما یه حسی پیدا کنید که این تمرین داره چی میگه، من فایل پی دی اف کتاب رو الان بهتون نشون میدم، یکی دو نمونهش رو با هم حل میکنیم دیگه. حالا ما بقیش رو میتونید با خودتون، دوستانتون یا اشخاصی که دارید زبان آلمانی رو با هم یاد میگیرید تکرار و تمرین کنید، یا حالا خودتون، حتی این بازی که همیشه بین خودتون هست، چون خیلی وقتا حالا شاید پارتنری وجود نداشته باشه، خودتون دارید به صورت شخصی یاد بگیرید، اون رو هم میتونید انجام بدید و ببرید کار رو جلو.